بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدا به روان پاک اشرف انبیا و با عرض سلام و سپاس فراوان از مراحم شما بینندگان ارجمند، دوستان گرامی، و با تشکر از اینکه فرصت این خدمت رو به این حقیر احاله و اجازه فرمودید. در برنامه‌های گذشته درباره نماز صحبت شد و گفتیم که قصد ما از این برنامه‌ها این است که بتوانیم یک بار آیه‌های قرآن رو در ارتباط با نماز و در ارتباط با صلات بررسی کنیم، بررسی کوتاه. و امروز که من به یادداشت هام نگاه میکنم میبینم که شاید که این جلسه نمیدانم چندم باشد، به هر حال چندین جلسه است که ما در این برنامه مشارکت کردیم و فکر میکنم یک آیه از 88 آیه قرآن در چندین برنامه گذشته بیشتر مطرح نشده و نمیدانم که به این ترتیب تکلیف زمان بندی و کار ما به چه صورت خواهد بود، ولی به هر حال ما سکان این کشتی رو به دست خود او میدهیم و در این مسیر با اتکای به او حرکت میکنیم و اون چیزی که پیش میآید امیدواریم که مورد قبول او باشد. نماز همانطور که بارها در برنامه ها گفته شده نوعاً تذکار خداست و یادآوری خدا به معنای یادآوری صفات خداست و بعد علت این یادآوری و هدف از این یادآوری این است که ما بتوانیم با صفات خدا هم صفت بشویم و تطبیق صفات کنیم. به این تطبیق صفات در اصطلاح اطاعت میگویند و گفتیم که عبادات در قرآن محدود به عبادات تاریخی یا سنتی که به چند عمل مثل نماز و روزه و حج و اینها تقسیم میشه، اینها همه تقسیم بندی هایی است که انسان ها کردند که اشکالی نداره، ولی اینکه ما این تقسیم بندی ها رو در واقع تقدس الهی به او بدهیم و یک نوع تضمین تقدسی برای اونها سرقت کنیم کار درستی به نظر نمی رسه. تعداد عبادات در قرآن به اندازه تعداد توصیه ها و دستورات و فرامینی است که در قرآن آمده. راجع به متن نماز گفتیم که متن نماز ساخته دست انسان است، اما انسان مجاز به این ساختمان است و نماز در متن یک نماد و یک پدیده مقبول و با عظمت تاریخی است. نماز به شکل موجود معاصری که با ما هست یک پیوند تاریخی و یک عنصر عبادی و یک عامل تزکیه و یک اسباب در واقع احراز و اکتساب هویت جهانی و یک تعهد انسانی برای رسیدن به کمال معنویت و ساختمان یک جامعه جهانی است، به شکلی که در اون جامعه جهانی که ساخته میشه و ما مسئول ساختمان، همه انسان ها مسئول ساختن اون هستند، در اون جهان و در اون طرح در واقع عدالت و امنیت و اخلاق و آرامش و آسایش بر مردم حاکم باشد و در اون زندگی و در اون محیط و در اون گلستان انسان ها با اطاعت از
فرامین خدا در واقع تضمین بقای شرافت نوع بشر رو در جهان عهده‌دار بشوند و انجام بدهند. واژه شرفه، ثلاثی مجرد شرفه در زبان عربی که از اون به عنوان شریف یا اشرف و شرافت از این مشتقات استفاده میکنیم، به طور کلی خود شرف یعنی که دارندگی و داشتن همه لوازم و اسباب رسیدن به کمال و در واقع جمع مجموع و داشتن کمال در جمع معنی میده. مثلا وقتی که ما میگوییم که رسول اکرم رو به عنوان اشرف انبیا نام میبریم که نبی و جمع اون انبیا به معنای خبردهندگان یا گزارش کنندگان یا پیام آوران یا پیامبران معنی میده، هر کدام از پیامبران، هر کدام از این انبیا یک سری آیات و دستوراتی با خودشون داشتند که در چهارچوب خودش دارای مقام شرافت بوده، یعنی در برگیرنده بوده نسبت به جمع هدایت‌های الهی تا زمان اون پیامبر، و هر پیامبری در زمان خودش دارای شرافت بوده و سمت اشرف داشته تا اون زمان نسبت به جمع کل آیات الهی و همه دستورات و تعالیم الهی در پیامبر پایانی همیشه مجموع هست. یعنی که پیامبران دیگر دارای شرف بودند، دارای شرافت بودند، یعنی هم دارای امانت بودند، هم دارای کمال بودند و هم دارای تأثیر. همه اینها رو در دل خودشون داشتن. اشرف به معنای شرافت دارترین یا شرف دارترین یا شرافت دارترین اشاره می کند به اینکه مجموع رو دارد. بعضی از افراد شرف رو با ترجمه فارسی او در نظر می گیرند که معنای حیثیت و آبرو می دهد، و اگر گفتیم که دو نفر یکی شرافتش به او کمتر است، این معنی رو می دهد که او بدکار است یا چیزهای نظیر این. در زبان عربی لزوماً در ارتباط با مفاهیم قرآنی این معنا از او بر نمی خیزد و اشرف در مقابل بیشرافتی نیامده. اشرف در مقابل شریف آمده که همه پیامبران شریف بودند. این پیامبر هم شریف است و هم اشرف، چون جمع شرافت همه اون پیامبران گذشته رو با خودش دارد. عبادت صلات باعث می شود که انسان پذیرای فرامین خدا بشود و تعهد به اجرای امر خدا بکند و در واقع بقای شرافت رو در دنیا باعث بشود و تضمین بکند و تعهد بکند که یک پارچگی هستی، یعنی عدالت در هستی به بیان دیگه، محفوظ بماند. در سوره آل عمران سوره 3 آیه 39 ملاحظه می شود که نماز یک امر مستمر و معاصر و همپای دین توحیدی است. یعنی ما می فهمیم که نماز با اسلام قرآنی یا با شریعت محمدی آغاز نشده. نماز با آفرینش انسان معقول آغاز می شود. می دانید که در سوره انسان در قرآن می گوید که
ادوار طولانی از دهرها و دورانها و مراحل طولانی از آفرینش نوع انسان گذشت. یعنی انسان خیلی خیلی سنش زیاده، خیلی قدیمی، جایی که در تاریخ هیچ اثری و هیچ ذکری از تاریخ تولد نوعی انسان وجود نداره، جز اینکه قرآن میگوید همه این انسان ها از نفس واحدی آفریده شدند. ولی در قالب جسمانی و در قالب تاریخی قرآن میگوید که ادوار طولانی، دهرها و دورهای بسیار طولانی بر انسان گذشت. برای اینکه این دوره ها بر انسان بگذره، انسان باید زنده باشه، مخلوق باشه، به دنیا آمده باشه که این دوره ها برش بگذره. ولی چیز قابل ذکری نبود انسان که تاریخش گفته بشه. تاریخ تولد انسان در قرآن، تاریخ تولد انسان معقول است. این موضوع بسیار بسیار قابل اهمیت است که در بحث‌های آنتروپولوژیک و بحث‌های فرهنگ‌شناسی یا تقدم انسان رو در کمال جستجو کردن یا علومی که در این زمینه به خصوص در دوران مدرن به وجود آمده و در مورد چگونگی بافت و ساختمان انسان در ذهنیت، در فعلیت، در فیزیک، در روان و در فیزیک و متافیزیک مورد بحث قرار میگیره و تکامل او به خصوص مورد مطالعه قرار میگیره، در همه این علوم به یک اشتباه بسیار بسیار بزرگی ما برمیخوریم که وسیله انتقاد علما از دین توحیدی به طور کلی هست، که به خصوص در مورد ادیان سامی قبل از اسلام مثل دین یهود که این ایراد گرفته میشه، که با تمسخر البته، که مثلا اگر ما بخوایم با تاریخ ادیان جلو برویم عمر انسان 6000 سال میشه، در صورتی که اگر به تاریخ طبیعی نگاه بکنیم عمر انسان میلیون ها ساله. و بنابراین نشان میده که این کتاب‌های دینی و این پیامبران اولاً چقدر دروغگو بودند و بعد چقدر بی‌سواد بودند و چقدر ذهنیات خودشون رو به جای آیات خدا به مردم تحمیل می‌کردند. این بیان در واقع نه به این وضوح که من عرض می‌کنم، ولی در واقع یک نوع توهین است به حقیقت دین اصیل توحیدی و همینطور یک توهین است به حقانیت و صداقت پیامبران خدا، که همه اینها رو دزد و دروغگو اعلام میکنند و همه آیات الهی رو موهوماتی که از ذهنیات بیمار این پیامبران برخواسته. همه اینها به این علت است که به بیان کتب دینی آشنایی ندارند یا نمیخواهند داشته باشند، یا آشنایی دارند ولی کتمان میکنند و کفر میورزند. چون این آیه قرآن در اول سوره انسان که آمده و در اونجا سوال میکند به صورت منفی که آیا بر انسان ادوار و دورانهای طولانی نگذشت و هنوز او چیز قابل ذکری نبود، یعنی تاریخ تولد انسان در قرآن تاریخ تولد انسان معقول است، انسانی که بتواند عقل داشته باشد و بنابراین اختیار داشته باشد و بنابراین اون انسان معقول علم کل اسماء رو در ظرف خودش، در ظرف استعدادی خودش داشته باشد و به مناسبت عقل و به مناسبت امکان و به مناسبت اختیار دارای مسئولیت باشد و به لحاظ مسئولیت نیازمند به ارشاد و هدایت باشد و به علت اختیار و به علت عقل بتواند که از ارشاد و هدایت برخوردار شود و با نیروی اختیار از اون چه آموخته
تبعیت کند و به کار ببندد و به کمال برسد و فلاحت و رستگاری رو نصیب خودش بکند. این خیلی خلاصه سفر انسان رو از زمان دارا بودن و احراز تعقل تا زمانی که به معبود و به معشوق وصل میشه و در واقع از خودش فانی میشه و به او باقی میشه ذکر میکنه در قرآن. و اینکه ما انسان رو از نقطه نظر تاریخ طبیعی تولد بخواهیم با تاریخ تولد انسان معقول در قرآن مقایسه کنیم، که یکی ممکن است که چند هزار سال باشه، یکی ممکن است چند میلیون سال باشه، و اینها رو در کنار هم قرار دادن و با هم تطبیق کردن و در واقع وسیله‌ای برای استهزا و تحقیر کتب دینی فراهم کردن یک عمل علمی نیست، بیشتر به نوعی تبلیغات سیاسی و سخنان بی اعتبار می شود که از اونها نام برد، که چون دستور این کار ما نیست در مورد اون بیش از این توضیح نمی دهم، ولی همینقدر عرض می کنم که تاریخ تولد انسان معقول مبنای تاریخ تولد انسان در قرآن محسوب می شود. و ما می‌بینیم که در این آیه، آیه 39 از سوره 3 سوره آل عمران، که نماز یک امری بوده که حتی در زمان زکریا هم وجود داشته و نوع نماز همین نماز تذکار یادآوری خدا و دعا بوده، در نمازی هم که ما می‌خوانیم دعا هست، اهدنا الصراط المستقیم، بزرگترین دعایی است که در هستی و در ذهنیت می‌تواند وجود داشته باشد، که انسان از خدا بخواهد که همه عالم هستی رو، همه اون چیزها و کسانی رو که دارای اختیار هستند و میتوانند علیت دوم پیدا بکنند، همه اینها رو هدایت کن، اهدنا ما را، نه من را، به راه راست که به تو میرسد هدایت کن. دعا از این مهمتر نیست. در نماز در زمان زکریا هم نگاه میکنیم که با دعا همراه بوده. هنوز بخش عمده نماز همان ذکر خدا و دعایی است که بر اساس تذکاری به خدا به وجود میآید، و میبینیم که در نماز زکریا هم چنین اتفاقی میافتد. دیگر اینکه نماز نوعی سخن انسان با خداست و در آن سخنانی که ما با خدا داریم چون سخن انسان است باید ساخته دست انسان باشد. چطور میتواند که انسان سخن خدا را به خدا بگوید؟ بلکه خدا به انسان عقل میدهد، وظیفه محول میکند، اختیار میدهد، امکان میدهد، علم میدهد، علم کل اسماء میدهد، و بعد انسان با علم و استعداد و اختیار شروع به آموزش میکند و راه های آموزش رو برای خودش پنهان پیدا میکند. و یکی از ابزاری که انسان میسازد همین نمازی است که در واقع متن نماز رو بر اساس قانون خدا میسازد و بنا میکند. اما باز هم میگویم که این بنا به نظر میرسد که رضای خدا را در بر داشته باشد، به نظر میرسد که با ذکر الله در تطبیق باشد، و به نظر میرسد که باعث کمال ذهنیت انسان میشود، باعث ایجاد فرهنگ مشترک، اتحاد اقوام مختلف، یک حرکت جهانی به طرف صلح و تعالی است. و از این نظر یکی از بهترین در واقع ارثیه هایی است که بشریت برای نسل های بعدی خودش به جا گذاشته. اما همه اینها رو که گفتیم باید بگویم که نماز در ساختار و در متن ساخته دست انسان است، اما در این کار
اسیان و طغیانی نشده، فسقی نشده. این یکی از بهترین شکل‌های عبادت برای رسیدن به خداست که دارای مجوز قرآنی است. هر چه در نماز باعث ذکر الله بشود در انطباق با دستور خداست و دعا هم در نماز مجاز است به دلایل باز آیات دیگر قرآن و به دلیل همین آیه‌ای که زکریا هم در نماز توحیدی خودش از خدا درخواست می‌کرده و درخواست او برای داشتن ادامه نسل بوده. نماز بنابراین نوعی سخن انسان با خداست و انسان باید خود او سخن خودش رو معین بکند که چه می‌خواهد با خدا بگوید، ولی محدود است گفتار ما به خدا که منجر و منتهی به ذکر خدا بشود، به یادآوری صفات فاعلی خدا بشود و در او تسبیح باشد، حمد باشد، تعظیم خدا باشد، تجلیل خدا باشد، تعهد به اطاعت از خدا باشد و درخواست و نیاز به هدایت در اون ذکر بشود و همینطور انسان اقرار کند که راه‌های مختلفی وجود دارد که بعضی از این راه‌ها به بیراهه می‌رود، بعضی از این راه‌ها مشکل می‌شود، بعضی از این راه‌ها طولانی می‌شود، بعضی از این راه‌ها هم بسیار بسیار تضمین شده و مستقیم و سریع و در واقع دارای تضمین وصول به حضرت حق است. همه اینها مجموعاً بالاتر از همه اینها در هر نمازی ما تکرار شهادت میکنیم، در واقع اظهار میکنیم و اقرار میکنیم که اشهد و شهادت میدهم، یعنی من دارم مشاهده میکنم، اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، و قبل از اون اشهد و ان لا اله الا الله، من شهادت میدم، من دیدم، من مشاهده کردم که هیچ الهی غیر از این الله نیست و من مشاهده کردم، من مشاهده کردم که او دارای شریک نیست، احد و صمد است و من مشاهده کردم و مشاهده می کنم، اشهد و مشاهده می کنم که محمد عبد، یعنی در مقابل تلاوت آیات خدا در واقع یک پیمانه ای بوده، یک ظرفی بوده، یک حرمی بوده که اون چه که محرم بوده با او و آیات الهی بوده در حرم قلب او میریخته و از طریق زبان او اون چرا که در حریم حرم او وارد شده بوده به زبان تلاوت میکرده و ابلاغ میکرده. یعنی در واقع ما میگوییم که پیامبر وسیله‌ای بوده است که دریافت انزال می کرده و صدور ابلاغ می کرده، یعنی در واقع مثل یک ترانسفورمری که شما در نظر بگیرید که از یک طرف برقی با ولتاژ به عنوان مثال مثلا 110 20 ولت وارد میشه و از طرف دیگه برق 12 ولت خارج میشه. بعضی از ترانسفورمرها هستند که نوع برقی که به اونها وارد میشه، برق دو طرفه به اصطلاح به اونها وارد میشه، از اون طرف دیگه برقی خارج میشه که برق یک طرفه است. یا برعکس، شما یک وقتی جریان برق رو به یک دستگاهی وصل میکنید، برقی که در باتری وجود داره به وجود میاد. یک وقتی برق باتری رو تبدیل میکنید به برقی که دارای اختلاف پتانسیل باشه.
در واقع پیامبر یک ترانسفورمری است که از یک سو به او انزال وارد میشه و از سوی دیگه از او ابلاغ صادر میشه، انزالات رو تبدیل به ابلاغ ها میکنه. ما در نماز یا در عبادت نماز ببینید چه ادعایی انسان میکنه، و ما چون معمولا، خودم رو عرض میکنم، من چون معمولا به صورت، به قول خواجه عبدالله انصاری، فریاد از عبادت عادتی، که ما به هیچ عنوان به مفهوم اونچه که میگوییم فکر نمی کنیم. ما یک امر عادتی را از دیگران گرفتیم. در جایی بودیم، دوستی دعایی که از این بزرگان رو میخواند، من هم نگاه میکردم، گفت چرا تو با من این دعا رو نمیخوانی؟ گفتم من هنوز نه به مقام شما رسیدم، نه به مقام اون کسی که این دعا رو از روی کتاب او میخوانید، چون دعا یک امر فردی است، مگر دعای هدایت. ما در دعای هدایت برای همه هم دعا میکنیم، یک امر جمعی است. اما در بقیه دعاها من معلوم نیست که در مقام شما باشم، شما با خدا در یک سطح دیگری سخن میگویید، من در یک سطح دیگری سخن میگویم. نیاز من این است که فرض بفرمایید که امروز یک بیماری دارم شفا پیدا بکنم، نیاز شما این هست که بشریت به کمال برسه تا رضای شما فراهم بشه، نیاز شما این هست که خداوند به شما امکاناتی بدهد که بتوانید روزانه صدها هزار نفر کودک آفریقایی رو صبحانه بدید، نهار بدید، شام بدید، اینها رو به درمانگاه ببرید. نیازهای ما تفاوت میکنه. این است که من نمیتوانم که دعای کتبی شما رو که هزار سال پیش نوشته اید، اگر نوشته اید، امروز من بخوانم. من زمانی با شما هم صدا در دعا میشوم که دعای من با دعای شما یکی باشد، خواست من با خواست شما یکی باشد. بالاتر از همه نماز به ما میآموزد که ما مفاهیم چیزهایی رو که انجام میدهیم بفهمیم. نماز به ما میآموزد که ما تعهد داریم انجام میدهیم، میثاق داریم امضا میکنیم، قرارداد میبندیم. ما در مقابل خدا میایستیم و میگوییم تعهد میکنم که جز تو از هیچ کس عبادت و اطاعت نکنم، من تعهد میکنم که جز از تو از هیچ کس استعانت نخواهم. خب اینها همه قرارداده، اینها همه تعهده و اینها همه فردی است، به هیچ عنوان نمیتواند این فرمول باشد. چرا شما میگویید ایاک نعبد؟ برای اینکه همه میگویند، برای اینکه معلم ما گفته که خدا گفته. خدا هرگز چنین چیزی نگفته. شما مجاز هستید که بگویید، اما نسبت این کار به خدا داده نمیشود. هیچ کجا ما هیچ نشانه ای نداریم از قرآن که به کسی دستور داده شده باشد که تو باید این تعهد رو انجام بدهی، اما مجاز شده است که تو تعهد انجام بدهی. غرضم این است که اون چرا که ما تعهد میکنیم اصلا نمیفهمیم که چه میگوییم. توتیوار مسائلی رو ذکر میکنیم و بسیاری از ما هستند که اصلا معنی نماز رو نمیفهمیم، و تا زمانی که برسیم و در این مورد با شما صحبت بکنیم، نماز تمام کسانی که نماز رو نمیفهمند که معنیش چیست یکسره باطل است، پشیزی ارزش ندارد جز اتلاف وقت و جز ذکر چند کلمه ای که از دیدگاه ذهنیت بشر فقط موهومات است و به هیچ کجا شما رو نمیبرد، جز اینکه جلوی فکر کردن شما رو هم میگیرد. و هر حالتی که شما، بعضی ها میگویند نمازی که ما میخوانیم درست است که معنی او رو نمیفهمیم، ولی یک حالت سبکی پیدا میکنیم، بی خود این حالت رو پیدا میکنید، هیچ دلیل منطقی برای سبک سنگین شدن وجود ندارد. نماز برای تغییر وزن نیست، نماز برای فهمیدن و برای اطاعت کردن و برای به ذکر و به یاد خدا افتادن است.
و صفات خدا را شناختن و دنبال مطالعه اونها رفتن و قول دادن به اطاعت از خدا و انجام دستورات خدا، اینها نماز رو تشکیل میدهد. بگذاریم از این مقوله، باز هم به اینجا خواهیم رسید. اما در پایان نماز یا در پایان ذکر متون نماز بهتر بگوییم، وقتی که ما ادعا میکنیم که شهادت میدهم، یعنی مشاهده میکنم، الان دارم میبینم با چی؟ حالا با چشم بیرون یا با چشم درون، چه چیزی رو مشاهده میکنم؟ به مقام شهود رسیدم که جز این الله اله دیگری وجود نداره و شریکی هم برای او نیست. آیا همه ما که شهادت میدهیم، تشهد میگوییم، مشاهده کرده ایم این امری رو که اقرار میکنیم؟ من نمیخوام کار شما رو مشکل کنم، کار خودم هم مشکل کنم، خود من هم بدتر از شما هستم، اما در یک زمانی، در یک جایی انسان باید پرده ها رو پاره کنه و به حقیقت گویی بپردازه و واقعا خود انسان معاینه کننده خودش باشه و کلاه خودش رو قاضی بکنه، خودش رو اون طرف میز بنشانه و از خودش این سوالات رو بکنه که تو چندین ساله که شهادت میدهی که تنها الله هست و هیچ اله دیگری، معبود دیگری به اصطلاح وجود ندارد جز معبودی به نام الله. من مشاهده میکنم. ای بای. و بعد من مشاهده میکنم که این محمد عبد اوست، یعنی جز گوش به فرمان او و جز دریافت آیات او و پرداخت آیات او، قبول انزال و پرداخت در واقع ابلاغ در مواردی که وحی دریافت میکند، مواردی که وحی دریافت نمیکند، او هم یک انسانیست مثل همه انسانها، ولی ما شهادت میدهیم که در زمان دریافت وحی او عبد خداست، از خودش هیچ چیزی ندارد، هر چه میگیرد از اوست. چگونه ما به این امر شهادت میدهیم و چگونه میگوییم ما مشاهده کرده ایم که این رسالت دارد از طرف خدا؟ منظور این که دین در مقام تعقل و یقین به چنین مقام و مرحله میرسد که انسان در صدق شهادت میداد. حالا شهادت یا بینش عینی با چشم خارجی است که دروغ محض است، یا بینش عینی با چشم درونی و وجدانی است که انسان متأثر از آثار دیداری می شود که مشاهدات وجدانی او رو تشکیل می دهد. و بعد سلام می کنیم. سلام به همه کسانی که می توانند در ذهن انسان وجود داشته باشد. به همه پیامبران سلام می کنیم. به هر کس که عابد معبودی یکتاست سلام می کنیم. و به هر کس که ما در مقابل او هستیم، که هستی در مقابل ماست و ما در مقابل هستی هستیم، به هستی سلام میکنیم، به پرندگان سلام میکنیم، به جاندار و بی جان سلام میکنیم، به کائنات سلام میکنیم، به هستی سلام میکنیم. این عظمتی است که در متون نماز وجود داره و هر کس و هر کسان در هر تاریخی که این الفاظ و این متون رو کنار هم گذاشتن، خود این کار یکی از معجزات نوع بشر است و هیچ احتیاجی نیست که انسان که تحت تأثیر معنویت حضرت حق قادر بوده چنین انشای زیبایی بنویسد و چنین سخنان دلپسندی رو با خدا بگوید، با دروغ این زحمات خودش رو ملوث کند و بگوید همه این متون نماز رو خدا گفته است. هر کس که گفته است بسیار زیبا گفته است و بسیار مؤثر گفته است، مشروط بر این که ما مفهوم نماز رو و اون چرا که میگوییم بدانیم
و به صورت عادتی و توتیوار مطالب رو تکرار نکنیم که ممکن است این سخنی که با خدا گفته می شود ما رو در خلاف هم قرار بدهد. نماز به طور کلی غیر از خواصی که در برنامه های گذشته گفته شده و دارد، سخن انسان با خداست. آیات الهی سخن خدا با انسان است، یعنی ما از طریق قرآن پیام های خدا رو میشنویم و از طریق نماز پیام های خودمون رو به گوش خدا میرسانیم. و در قرآن و در نماز باز یک جمله بسیار بسیار مقبول و واقعا ستایش برانگیزی هست که میگوید خداوند در سمت سمیع. سمت سمیع صفتی است که در قرآن آمده. این رو در نماز ما داخل کرده ایم، نوع بشر رو عرض میکنم داخل کردن، مؤمنین داخل کردن که خداوند در صفت فاعله سمیع میشنود، استماع میکند آن که حمد او را میگوید. یعنی هر حمد و تسبیحی که معنی حمد و تسبیح رو هم به جای خودش خواهیم گفت، ولی او هم باز بر میگردد به نوع اطاعت و تابعیت و تسلیم شدن و عبادت کردن و دنبال رفتن و فرمان بردن و در واقع پذیرش رسالت و مأموریت اطاعت از امر خدا. همونطور که باز در برنامه های گذشته گفتیم، در صلات یا در نماز انسان یا مصلی که نماز می‌گذارد، فقط نماز رو وابسته به قالب جسمانی نمی‌بینه، به خاطر اینکه وقتی که نماز به طور کامل انجام میشه و همه شرایط او رعایت میشه که بالاترین شرط‌ها تزکیه شدن و پاک شدن است، در واقع انسان ارتباط رو تبدیل به اتصال میکنه، همونطور که چندین بار گفته شده. و تفاوت اینها شاید در این مثال باشد که دفعه پیش هم عرض کردم که اگه دو قطره آب رو در دو اقیانوس مختلف با اسم مختلف نگاه بکنید، اینها به صورت منطقی و واقعیت امر این است که در زنجیره‌ای که در اتصال بین قطره های آب وجود داره، هر قطره از آب با قطره های دیگه در ارتباطه. این رو میگوییم ارتباط. اما گاهی از اوقات میبینید دو قطره چنان در کنار هم هستند که تبدیل به یک قطره میشن، ولی در این حال باز هم دو قطره هستند. اون هم ارتباطی است که در این تقرب به اتصال تبدیل شده، و الا چیزی بدون ارتباط با خدا نیست. مثل این است که ما بگوییم که شیطان با خدا ارتباطی ندارد و استقلال دارد، یعنی خود ما در واقع مرتکب شرک بشویم با این مباحث. همه چیز با خدا در ارتباطه، اما نوع ارتباط رو وقتی که ما برای به دست آوردن تقرب و نزدیکی با خدا تبدیل به اتصال میکنیم، اون رو میگوییم که مقام عبادت و مقام پیروی و تسلیم شدن به اوامر الهی. در شرعیات حدیثی، شرعیاتی که از احادیث برمیخیزه و با قرآن ارتباطی نداره که بیشتر احادیث همین طور هست، اتحاد با خدا مکروه اعلام میشود و حتی بعضی تکیه میکنند به گفتار مولوی که با وجودی که خب اون عارف عالی قدری بوده، باز هم میگوید که حلول و اتحاد اینجا محال است.
پاسخی که به این گروه هست این است که مصلی و مصلا، یعنی نمازگزار و پایگاه و جایگاهی که در اونجا در واقع این حالت تسلی، تسلی با سات منظورم هست و اتصال انجام میشه، به هیچ وجه اشاره به مادیات و جماد و فیزیک نداره و در واقع دو بیغالب در قالب بیغالبی و در جانب بیجانبی با هم متصل میشن و این اتصال زمانی انجام میشه که قالب‌ها برداشته بشه و در واقع درون ما و فطرت ما و وجدان ماست که از درون ما سفر معنوی میکنه، به معراج میره و در معراج معنویت با خالق معراج در اتصال برمیآید و باز میگردد و در درون جسمانیت ما دارای تأثیر میشود و جسم ما و قلب ما و جان ما از آثار او برخوردار و معطر می شود. اگر بخواهیم که گوشه های نماز رو تا حدود دیگری باز کنیم، بزرگانی مثل ملا صدرا، صدر المتعلهین، متعله به معنای اله شناس، به معنای خدا شناس، به معنای کسی که اهل الهیات است و او رو صدر المتعلهین خواندند که در رأس همه خداشناسان صفتی و سمتی که برای او قائل شدند. در کتابی به نام اسفار اربعه یا سفرهای چهارگانه یا تحولات و حرکتهای چهارگانه در واقع نشان میده که انسان چگونه در درون خودش با چهار سفر معنوی از مقام انسانی به مقام اتصال و در واقع قرابت با خدا میرسه که به جای خودش درباره اون هم سخن خواهیم گفت. ولی باید توجه داشت که وقتی از وصول و از وصال صحبت میکنیم و از حضور و از اتحاد سخن میگوییم و وقتی از انحلال سخن میگوییم، انحلال یعنی چیزی در چیز دیگری حل بشود، مثل شکری که در چای می‌ریزید و به هم می‌زدین و بعد شکر با چای مخلوط شده، اما شکر با چای ترکیب نمیشه، ممزوج نمیشه. کلور با سدیم ترکیب میشه، ممزوج میشه و تولید وحدت میکنند، یکی در دیگری منحل میشه و از دو یک ساخته میشه. به اون میگوییم انحلال، انحلال یکی در دیگری، در واقع فنای یکی به بقای دیگری ختم میشه یا یکی از خودش فنا میشه و در دیگری به بقا میرسه. اینها همه تعبیرات معنوی است و هیچ کدام اینها نباید به تعابیر جسمی و در واقع فیزیکی انسان مربوط بشه و نباید وقتی میگوییم که کسی به خدا وصل شده، یعنی این قالب و جسم اوست که به خدا وصل شده. و یا وقتی میگوییم خدا، قرآن میگوید که خدا از رگ گردن به شما نزدیکتر است، این نیست که به فیزیکی اشاره میکند که در فیزیک دیگری منحل شده یا فرو رفته، و یا خدا دارای جسمیت و دارای محدودیتی است که در محل معینی باشه که به شما دور باشه یا نزدیک باشه. همه چیز خداست، همه جا خداست، همه چیز از خداست، همه چیز در خداست و همه چیز از خداست. بنابراین جایی خالی از خدا وجود نداره. اگر جایی از خالی وجود داشت، خدا از خدا جایی خالی وجود داشته باشه، اون وقت وجود خدا محدود میشه، اون وقت احدیت مورد سوال قرار میگیره و در واقع در همون خلایی که خدا وجود نداره، خدای دیگری ساخته میشه. وصول در قالب جسمانی انسان مرئی و مشهود نیست و برای کسی که از خارج نگاه میکنه، او نمیتواند که هرگز
به این اتحاد و به این اتصال و به این گفتگویی که شخص با خدا میکنه پی ببره. مثال این کار این است که شما مجسم بکنید که دو نفر در کنار هم، یکی بیداره یکی خوابه. اون که در خوابه خواب میبینه، چیزهای مختلفی دریافت میکنه، چیزهای مختلفی هم پرداخت میکنه، تعامل سخن داره، تعامل اندیشه داره، حرکت میکنه، مینشینه، برمیخیزه. ممکن است که در یکی دو ساعتی که خواب میبینه چندین سال بر او زمان بگذارد، اما هیچ کدام این احوال او درونی او رو که حتی احوال بیرونی هم گاهی از اوقات میشود، بلند حرف میزند، جسم او حرکت میکند، تحرکاتی رو انجام میدهد که نشان میدهد که در یک دنیای دیگری سفر میکند، چیزهای دیگری رو میبیند، یا چیزهای خوب یا چیزهای بدی رو میشنود، میترسد یا خوشحال میشود، حالات جسمانی از او سر میزند در مقابل مؤثری که ما اون مؤثر رو نمیبینیم اما اثر او رو میبینیم. همینطور شخصی که نماز میخواند ممکن است که دارای عوالمی باشد، در حال گفتگوهایی باشد، پیامهایی میدهد و پیامهایی دریافت میکند، تأثیراتی میگذارد و تأثیراتی میپذیرد که ما که در کنار او هستیم، هیچ کدام از ما دارای این احساس و دارای این معرفت نیستیم. گفته شده است که یکی از دلایلی که توصیه به انجام نماز جماعت اگر شرایط او فراهم بشود گفتند، به خاطر این است که انسان میتواند که در نوعی مدیتیشن یا در نوعی عبادت های دست جمعی، اگر همه افراد درونشون خالی بشه از غیر ماسوی الله، از غیر خدا، از ماسوی الله، و در درون همه اینها خدا جا بگیره، اون وقت به طور طبیعی همه این افرادی که مشغول یادآوری اون خدای واحد هستند نوعی ارتباط طبیعی و منطقی با هم پیدا می کنند و نوعی اتحاد قلبها و اتحاد اندیشه ها در اتحاد ذهنیت های مشترک اینها به وجود میاد. باز هم در مورد نماز جماعت و خواص نماز جماعت، منظور من نماز جماعتی نیست که به صورت عادتی انجام می شود، منظور من به نماز جماعتی است که در اون نماز افراد از نظر ذهنیت همشکل می شوند و با قلبهای همدیگه نزدیک می شوند و در واقع تشکیل یک قلب واحد، تشکیل یک مشاهده واحد، تشکیل یک مدارهای وابسته به هم که همه این مدارها به یک صفحه تلویزیون نگاه می کنند و یک اثر رو دریافت می کنند، در واقع شریکل اثر می شند و همینطور پذیرش یک تأثیر واحدی رو قادر میشن، که باز هم این ریشه قرآنی داره و در سوره جمعه ما میبینیم که برای نمازی که باید جمع بشوند و در واقع این عبادت رو در اجماع و در جمع شدن و در اتحاد انجام دادن، در اون آیه گفته شده و در واقع همینطور که مصلی بر مصلا نماز میخوانه، محلی که نماز یا صلات واقع میشود مصلا خوانده میشود، مکان و زمانی که در اونجا نماز جماعت انجام میشود به اون تقویم و به اون تاریخ و به اون مکان جمعه گفته می شود. جمعه به معنای جمع شده در او
یا محل اجتماع یا پایگاه اجتماع، پایگاه جمع شدن. و اگر اون اجتماع رو اتحاد ذهنی اسمش رو بگذاریم، پایگاه و پادگان و محلی که در اونجا این اجتماع و این تقارب و اتحاد اندیشه ها و ذهنیت هایی که همه اینها یک ذهنیت دارند و ذهنیت همه اونها این است که از خودشون تخلیه بشوند، عابد بشوند و از خدا پر بشوند. بنابراین وقتی که در درون همه اینها خدا پر شده است، خدا در همه اینها وجود دارد. البته خدا در همیشه در همه جا وجود دارد، ولی حضور خدا رو پی میبرند و در واقع در درون هر کدام از این نمازگزارها غیبت خدا، ما غیبت خودمون رو میگوییم غیبت خدا، غیبت خدا به حضور خدا تبدیل میشود. یعنی یک جماعتی مشغول نماز هستند که همه اینها یک خدای واحد و یک شکل و واقعی رو در قلب خودشون حاضر دارند و همه اینها متأثر می شوند از یک مؤثر واحد، از یک مؤثر احد، و بنابراین تأثیراتی که اینها می پذیرند از اون مؤثر، این تأثیرات همه با هم برابر است و در اتحاد تأثیر هست که افراد اتحاد ذهنیت پیدا می کنند و به اونجا می رسند که این ما و من نتیجه بیگانگی بود. صد دل به یکدیگر چو شود آشنا یکیست. اون در واقع اتحاد ذهنی که بین این افراد به وجود می آید و بعد محصولات این اتحاد که در مباحث دیگری باید بحث بشود، از فواید و معجزات صلات یا عبادت یا نمازی است که به صورت جمع می‌خوانند. باز از چیزهایی که مجبور هستیم که هرچه گویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار بگوید که سر و کاری هست. ما از این عبادتی که ذکر شد که در اوج زیبایی و در اوج امکان و در اوج عقل و منطق نوع بشر رو با نزدیکی جسمهای اینها و نزدیکی و همشکلی دعاهای اینها که همه اینها در نماز که ایستادند به یاد یک معشوق هستند، ذکر یک خدا رو می کنند، به یک الله واحد احد فکر می کنند و او رو یادآور می شند و او رو خاطر نشان می کنند. همه اینها ذکر الله می کنند، ذکر یک الله، اللهی که شریک ندارد. بنابراین چون شریک ندارد، یا شما ذکر الله می کنید یا ذکر الله نمی کنید. اگر ذکر الله می کنید، الله یک الله بیشتر نیست. بنابراین همه کسانی که ذاکر هستند در صلات به یک مذکور اشاره می کنند و در واقع نگرش و بینش و آماج توجه همه این عابدان متوجه یک معبود واحد می شود و از طریق اون معبود واحد است که ارتباط کسانی که در نماز جماعت ایستادند، این ارتباط تبدیل به اتصال می شود و با درون هم و با ذهنیت هم و با وجدان هم آشنا می شوند و یک صدایی اونها ناشی از یک صدایی صدای قلبهای اونها می شود. اشتباهاتی که به وجود آمده و باید اصلاح شود که هر وقتی که ما اقوال خودمون رو و نیازهای خودمون رو و خواسته های خودمون رو و آرزوهای خودمون رو
با مطالب آیات الهی مخلوط و مخدوش میکنیم و در واقع بر خواستهای خودمون، بر نیازهای خودمون، بر نفسانیت خودمون رنگ قرآنی و الهی میزنیم و از چیزهای بی اعتبار و بی جواز جواز قرآنی و اعتبار قرآنی میسازیم. مثل اینکه ما یک روز تقویمی خاص رو در تاریخ، مثل روزی که بعد از پنجشنبه هست، به نام جمعه مینامیم، در حالی که چه بسیار جمعه هایی است که جمعه نیست و چه بسیار جمعه هایی که نیست اما جمعه هست. هر زمان که در هر محدوده‌ای، در هر ناحیه‌ای، در هر طایفه‌ای، در هر محیطی افراد به جماعت بایستند، اون لحظه جمعه است. و اگر در نماز جماعت برای حفظ اتحاد ذهنی و تمرکز ذهنی متوجه یک امام باشند، یعنی نماز جماعت رو به صورت مأموم و امام انجام بدهند، اون کسی که در نماز جامع امامت مأموم رو پذیرفته امام جمعه خوانده می شود. یعنی در واقع لیدر و پیش نماز نمازی می شود که اون نماز به صورت اجماع انجام می شود، که توصیه قرآن هم هست. اما ما از همین واقعیت یک امر مدنی و یک امر سیاسی و یک امر غیر قرآنی و چون به قرآن نسبت می دهیم امر افترایی و دروغ و گناه ساختیم و شغلی به نام شغل امام جمعه اختراع کردیم. بد نیست که جمعه ها همه دارای یک امام باشد، اما این مثل این است که شما بگویید که ما یک ست، یا به فارسی بگوییم یک دست صندلی تهیه کردیم. وقتی شما میگویید یک دست صندلی تهیه کردیم، یعنی 6 عدد صندلی یا 12 عدد صندلی تهیه کردیم. به این میگویند یک ست یا یک دست صندلی، که این به این مفهوم نیست که یک دستی وجود داشته باشد و چند تا صندلی و بگویند یک دست و صندلی. دست شخصیت و وجود مستقلی از اجتماع صندلی ها ندارد. هر وقت 10 یا 12 یا هر تعدادی که مرسوم است در فرهنگ های مختلف صندلی در یک جای جمع بشود و یک خاصیت مشترکی رو عرضه کند، میگویند یک دست صندلی. این نیست که یک دست جای دیگری وجود داشته باشد، صندلی ها هم جای دیگری وجود داشته باشند. یکی مشهود دیگری است، معلول دیگری است، مفهوم دیگری است و مقید به وجود دیگری است و وابسته و متعلق به دیگری است. ما چیزی یا کسی به نام امام جمعه نمیتوانیم داشته باشیم. کدام جمعه؟ هر وقتی که این افراد تشکیل می شوند و تشکیل جماعت می دهند، کسی که به عنوان امام این جماعت ادای وظیفه و ادای احترام و ادای نماز می کند و دیگران مأموم او می شوند، امام جمعه خوانده می شود. مکان و زمانی که در اونجا نماز جماعت انجام می شود، اون تاریخ زمان جمعه نام دارد و مکانی که در اونجا نماز می‌خوانند مسجد نام دارد. مسجد به ساختمان ارتباطی ندارد، مسجد به پیشانی عابد و به خاک ارتباط دارد، مسجد به عمل سجده احتیاج دارد و وابسته است.
هر وقتی که پیشانی یک ساجدی بر خاک قرار گرفت، خاک مسجود ساجد است، و وقتی که پیشانی او روی خاک قرار گرفت، محل پیشانی رو مسجد می گویند. مسجد عبارت است از محلی که پیشانی شخص در پایین ترین طبقه وجود هستی پایین بیاید، یعنی بالاترین جای انسان، صدر انسان به پای انسان برسد و به خاک سجده کند. اون خاکی که با پیشانی عابد در ارتباط برمی آید مسجد گفته می شود، محل سجود. و تاریخ و تقویمی که سجده های همگانی انجام می شود به اون تاریخ و تقویم جمعه می گویند. و در این مراسمی که اتحاد عبادت وجود دارد و همه در تقرب و در اتحاد به عبادت ایستادند، اون کسی که در واقع باعث ایجاد این ارتباط و انتظام می شود و باعث یک پارچگی نفخه و نفس نمازگزاران می شود و همه اینها از یگانه اندیشیدن و به یک معبود مشترک و واحد فکر کردن، خود به اشتراک و به تفاهم و به اتحاد ذهنی و نتیجتاً به برادری و محبت میرسند و یگانگی هستی رو احساس میکنند، به اون کسی که این انتظام رو حفظ میکنه امام جمعه میگویند. امام جمعه مربوط به تقویم و زمانی است که در اون زمان اجتماع عابدین و صلات گزاران حاضر میشوند. امام جمعه شغل نیست. ما نه امام جمعه داریم، نه امام شنبه داریم، نه امام یک شنبه، نه سایر ایام هفته، و هیچ محلی به نام مسجد نمیتواند وجود خارجی داشته باشد الا به اعتبار وجود ساجد، که باز از پیامبر نقل است که شرف المکان بالمکین، شرف هر مکانی، یک پارچگی هر مکانی، موزون بودن هر مکان با اسمی که بر اون مکان میگذارند به مناسبت مکینی است که در اونجا هست. در مسجدی که برای فسق و فجور و برای دروغ و برای تجاوز و برای تجاهل و برای کشتار و برای دروغ انجام وظیفه میکنند، وظیفه هر کسی که این وظیفه رو به اونها داده شده، کجای این ساختمان مسجد است؟ این چه افترایی است که ما به خدا میزنیم؟ آیا هر که ساختمانی ساخت و روی اون ساختمان نوشت مسجد و اجازه داد که هر کس میخواهد برود در اونجا و به نحوی که او میگوید در اونجا سجده کند، اینجا مسجد محسوب میشود؟ و به عنوان مثال اگر شخص در بیابان رفت و در بیابان پیشانی خودش رو روی خاک گذاشت و سجده کرد، اونجا مسجد خوانده نمی شود؟ آیا وقتی که ما در شهری که حدود 15 میلیون نفر جمعیت دارد و چندین هزار ساختمان هم به نام مسجد دارد، وقتی کسی به اونجا وارد می شود و می خواهد که سجده کند و می خواهد این پیشانی خودش رو روی خاک قرار بدهد، و ما به عنوان نماینده خدا، البته بعضی از ما بالاتر از خدا، مانع می شویم که اون شخص پیشانی خودش رو روی خاک بگذارد، مانع می شویم که ساجد بر خاک سجده کند و محل تماس پیشانی خودش رو با خاک مسجد بنامد. چرا این کار رو می کنیم؟ به خاطر اینکه دست‌های او بسته است، به خاطر اینکه دست باز به عبادت نمی‌ایستد، بنابراین اجازه ورود به این مسجد را ندارد، مسجدی که ما اسم مسجد روی او می‌گذاریم، مگر اینکه دست‌های خود را باز کند،
یعنی اگر دستهای خود رو ببندد در این خاکی که ما نام مسجد بر او گذاشته ایم، اجازه نمی دهیم که او پیشانی خودش رو بر خاک بساید. چرا؟ چون این دست بسته نشان می دهد که این با ما یک نوع فکر نمی کند و این بخش از احادیثی رو که ما می پذیریم او نمی پذیرد و به این شکلی که ما به تاریخ نگاه می کنیم او نگاه نمی کند. بنابراین ما باید مانع بشویم از عبادت او و سهل است در کمال بیشرمی هنوز هم این ساختمان رو مسجد بنامیم، یعنی اینجا محلی است که هر که ساجد است می تواند پیشانی خود رو در این محل بر خاک بساید و ساجد خاک باشد، ساجد خاکی باشد که از او ساخته شده است و سجده کند به خالق خاکی که کوزه و قالب او رو ساخته است. بنابراین مسجد معتبر نمی شود و موجود نمی شود الا به وجود ساجد. مصلا برقرار نمی شود الا به لحاظ وجود مصلی و امام به وجود نمی آید مگر به لحاظ وجود مأموم و امام جماعت به وجود نمی آید مگر آن که جمعیت و جماعت وجود داشته باشد و امام جمعه به وجود نمی آید مگر اینکه جامعه جمعه به وجود آورده باشد و جمعه تابع تقویم نیست، جمعه تابع اجتماع و فعلیت ساجدی نیست که به یک مسجود واحد می نگرند و به وجود یک معبود واحد اشاره می کنند و شهادت می دهند. بخش دیگری از بررسی نماز از دیدگاه قرآن در اینجا به پایان می رسد. اگر عمری باشد در نشستی دیگر بیشتر درباره نماز از دیدگاه قرآن با توجه به آیات 88 گانه‌ای که در قرآن نسبت به نماز وجود دارد با شما سخن خواهم گفت. پیش بینی می کنم که مسیری بسیار طولانی و در این حال بسیار مفید در پیش داشته باشیم. فرد فرد شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم و در همه نمازهای شما برای رفاه نوع بشریت و برای تعالی نوع بشریت از شما التماس دعای خالصانه دارم. خدا یار و نگهدار شما باشد. خدا حافظ.